دقیقه. الان شما 8 دقیقه و 40 ثانیه وقت دارید. بالاخره رعایت نکردن دیگه آقای دو. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از پرداختن به نطق اصلی خود در دفاع از وزارت جناب آقای زنگنه، نظر همکاران ارجمند را به نکته مهم جلب می نمایم. اقبال مردم شریف ایران در انتخابات 24 خرداد و انتخاب آقای دکتر روحانی پیام‌های روشنی را به مسئولان کشور از جمله قوه مقننه اعلام کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معیارهای انتخاب اعضای کابینه از سوی جناب آقای روحانی عبارتند از یک فراهم نمودن بستر مناسب برای تحقق خواسته‌ها و نیازهای مردم، دو خارج کردن کشور از تنگنای فضای بوجود آمده برای سیاست و اقتصاد، سه ایجاد انسجام و وحدت مورد نظر مقام معظم رهبری، چهار بهره‌گیری از توانایی جامعه و پتانسیل‌های موجود کشور. همکاران محترم، برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی بررسی دو موضوع قابل اهمیت است. یک، توجه به عملکرد گذشته وزارتخانه‌ای که وزرای پیشنهادی در آن تصدی داشتند. دو، نگاهی به آینده و برنامه‌های پیشنهادی و شخصیت وزیر معرفی شده. و مورد سوم که اضافه بشه، انبوه حجم تخریب‌های مهندسی شده توسط افراد و گروه‌های خاص. به نظر بنده نمایندگان ملت باید قدر این ایثار مدیریتی آقای روحانی را بدانند که برای اولین بار کابینه ای توسط رئیس جمهور معرفی می شود که از حب و بغض و افراد و تفرید بدور است. ایشان مثل برخی همتایان سابق خود می توانست کابینه را از حلقه استتادی خود انتخاب کند، ولی با هدف ایجاد اعتدال مدیریتی سعی کرد از همه گروه های سیاسی وزرای پیشنهادی را انتخاب کند. عزیزان، طبق قوانین جمهوری اسلامی اگر دستگاه مربوطه جواب استعلام منفی افراد را ارائه ندهد، هیچ گونه منعی در استفاده از مستخدمان دولتی وجود ندارد و نمیتوان به استناد مدارک و مطالبی که فاقد ارزش قانونی است و فاقد ارزش قضایی است کسی را مورد هجمه قرار داد. پس چرا برخی آقایان خود را فراتر از قانون میبینند و حتی فراتر بودن خود را با توهین و افترا ابراز میکنند؟ چرا پاسخ این ایثار مدیریتی با نوعی بیمرامی سیاسی باید داده شود؟ چرا دست یاری دولت با بغضهای افرادی پاسخ داده شود؟ آیا این گونه مخالفتها تقابل با دولت و مقاومت در برابر اراده عمومی مردم نیست؟ همکاران ملت، همکاران محترم، ملت شریف ایران، با این مقدمات نکات ذیل در خصوص جناب آقای مهندس زنگنه قابل توجه است. اولا راجع به مطالبی که جناب آقای دکتر توکلی بیان کردند، جناب آقای دکتر بهمنی شهادت میدن که قسم ایشان ناظر به موردی که اشاره کردن نیست. ثانیا زمانی که ایشان وزیر جهاد سازندگی بودند و الفجر 8 عملیات آزادسازی فاو مستقیماً برای ساخت پل بعثت نظارت داشت، پلی که باعث تسخیر فاو شد، آقای صحراییان قائم مقام وزیر اسبق کشاورزی در مراسم تجلیل از زنگنه گفت بنیان گذاشتن استاد پشتیبانی جنگ، تشکیل بیش از 40 گردان مهندسی و پشتیبانی و نیز مرکز تحقیقات، اون هم در شرایط تحریم، از جمله اقدامات آقای زنگنه بود. اما نقش ایشان در دفاع مقدس مخفول مانده است. زنگنه از سال 62 تا 67 به مدت 5 سال وزیر جهاد بودند. وزیر جهاد سازندگی خدمات بسیار شایان و قابل توجهی داشتند. در خصوص مطالبی که جناب آقای مقیمی راجع به بحث کرسنگ فرمودند، هرچند قابل تبیین در این محفل نیست، اما عزیزان مطالب ایشان فاقد توجیه و مسائل حقوقی است. افرادی که ناظر بر مسائل داوری بین‌المللی و حقوقی هستند هیچ گونه وجه قانونی صحبت‌هایشان نخواهد داشت. در سال‌های 67 تا 76 که آقای زنگنه وزیر نیرو بودند، تلاش‌های بسیاری انجام دادند و ظرفیت‌های خوبی را هم در خصوص رهایی از وابستگی به ساخت تجهیزات مورد نظر
نیروگاه ها صورت گرفت و شرکت مبنا که در حال حاضر پرچم صنعتی جمهوری اسلامی است حاصل زحمات جناب آقای دوران ایشان تصدی ایشان می باشد و در دوران تصدی ایشان اقدامات زیادی در بحث مهار آبهای کشور، سدسازی های متعدد و نیروگاه ها صورت گرفت. قبل از ایشان ما شاهد بودیم در مطبوعات چقدر جدول خاموشی ها داشتیم، اما با اقدامات ایشان قطعی برق در کشور برچیده شد. در حال حاضر با توجه در زمان تصدی ایشان بر وزارت نفت با اشراف بر این موضوع که وزارت نفت جمله وزارت خانه هایی است که امکان انحصار آن در یک جناح وجود ندارد، به رغم آن که این اتفاق در 8 سال گذشته اتفاق افتاد، آقای زنگنه زمینه ای را فراهم کرد که توانست به اهداف بخش نفت و گاز و پتروشیمی حصول پیدا کند. در حال حاضر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور با مشکلات عدیده مواجه است. مهمترین آنها تحریم‌های اعمال شده بر این صنعت است. برون رفت از این وضعیت با توجه به آغاز دوران ریاست جمهوری دکتر روحانی و پارس‌های مثبتی که از طرف اروپایان ارسال می‌شود امیدبخش است. البته آقای زنگنه در گذر از این وضعیت تجربه بسیار خوبی دارند. نمونه بارز آن عبور از تحریم داماتو و جذب شرکت‌های نفتی ترازوار دنیا نظیر توتال و شل است. بد نیست که نمایندگان محترم بدانند که در میدان گازی پارس جنوبی که 50% ذخایر گازی ایران در آن قرار دارد تا کنون 10 فاز به مرحله بهره‌برداری رسیده که فازهای 1-5 در زمان وزارت مهندس زنگنه به بهره‌برداری رسید و از 5 فاز دیگر نیز که در زمان دولت نهم و دهم به بهره‌برداری رسیده و قراردادهای فازهای 6-8 اون در زمان وزارت مهندس زنگنه به امضا رسیده. آقای زنگنه در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادست نفت و گاز تجربه گرانبها دارد. نمونه اون انعقاد قراردادهای بیع متقابل از 76 تا 83 است، به گونه ای که از سال 76 لقایت 88 تعداد 21 فقره قرارداد سرمایه گذاری منعقد شده است. جناب آقای زنگنه یکی از افتخارات مدیریتی در تاریخ جمهوری اسلامی است. اجازه می خواهم به استناد دستگاه های جمهوری اسلامی چند نکته را عرض کنم. یک، این افتخار بزرگی است که زنگنه پس از 22 سال سابقه وزارت سند پاکدستی خود را از رئیس وقت دستگاه قضایی دریافت نمود و این سند نشان دهنده این است که ایشان یکی از مصادق بیوتات صالحه می باشد. دو، اعتقاد ما بر این است که برخی افراطی‌گری ها توسط برخی افراد که خود را نماینده تر از دیگران می دانند، کما این که لیست مخالفان وزرای پیشنهادی دولت بیانگر این مطلب است، با هدف ضربه زدن به کارآمدی دولت آینده صورت می گیرد. آقای حیدری جنبندی می فرمایید. آقای حیدری، دشمنان مالی، منابع مالی ناشی از فروش نفت، سرمایه گذاری، استخراج، پالایش، پتروشیمی و غیره را هدف قرار دادند و آن محروم کردن صنعت و تجارت نفت ایران از تجربه و خدمات کسانی همچون آقای زنگنه است. شما را ارجاع می دهم به برخی رقبای مرتجع ایران در بازار نفت. اونها آشکارا از بازگشت زنگنه به نفت نگرانند و در رسانه های خود می گویند اگر قرار است تیم سیاست خارجی روحانی به تحریم های سیاسی ایران پایان دهد، زنگنه می تواند تحریم های نفتی را کمرنگ کند. همکاران محترم، چرا نتوانیم از 22 سال تجربه جناب آقای زنگنه در دیپلماسی تجاری و اقتصادی استفاده کنیم؟ مگر غیر از این است که ایشان حاضر شده بیش از 40 سال سابقه مدیریتی و علمی خود را در خدمت گشایش دیپلماسی نفت قرار دهد؟ عزیزانی که وقت حضرت علی پایان یافته خواهشان، نمونه بارزی که ایشان از مناطق محروم در صدد توسعه نفت و پتروشیمی و صنعت نفت مناطق محروم است. متشکرم آقای مهندس. اشاره کرد و از جمله موارد دیگری که میتوان اشاره کرد حمایت اکثریت اعضا حیدری طیب نماینده محترم کرمانشاه و پتروشیمی و پژوهشگران این حوزه مناطق محروم و توسعه نیافته از وزارت جناب آقای زنگنه میباشد. با تشکر. متشکرم. خدا حفظت.